سلام به قسمت پرسش و پاسخ 15 یا کلاس رفع اشکال 15 خوش اومدید. این قسمت رو شروع کردم به ضبط کردن و چند سوالم جواب دادم اما یه مشکل فنی پیش اومد و همه چی خراب شد. اینه که از اول شروع میکنم، ولی خب این سوالاتی که قبلا جواب دادم و دوباره جواب میدم. جلوترم که بریم حالا یه سورپرایز هم براتون دارم، یعنی دوتا سورپرایز میشه گفت. با قسمت های قبل دوتا تفاوت خواهید دید. حالا بریم سراغ این سوال ها که یه بار بهشون جواب دادم دور جواب. گفتن که سلام آقای فرشید، خیلی ممنون از مطالب مفیدی که به اشتراک میذارید، لطفا ادامه بدید. یه سوالی داشتم، برای افرادی که شیفتی کار میکنن و فست میگیرن چه پیشنهادی دارید؟ چون مدام مجبور هستن تایم فست رو جابجا کنن. خب توی یه قسمت قبلا راجع به زمان فست گفتم که شما اگر که بیاین یه زمان مشخصی رو برای خوردن داشته باشین، حالا هلو شیریه یکی دو ساعت این ور یکی دو ساعت اون ور اشکال نداره، برای بدنتون بهتره، چرا که معدتون دیگه آمادگی غذا رو داره تا اینکه بخواین هی تغییرش بدین. کار شیفتی خیلی سخته، خودم یه مدت انجام دادم، آدم اذیت میشه، خواب آدم به هم میریزه، زندگی آدم اصلا واقعا بلند مدت خیلی سخته. حالا شما وقتی کار شیفتی انجام میدین، خب کارتون داره تغییر میکنه، احتمالا خوابتون داره تغییر میکنه، پس حداقل یه چیزی که دست خودتونه که خورد و خوراک هست اونو فیکس نگه دارید. امتحان بکنید ببینید اگه فیکس نگهش دارین چی میشه. من یه مدت فیکس نگه داشتم و خیلی خوب بود. موقعی کار رستوران میکردم، من شبا هم شیفت شب بودم تا دیر وقت، خوابم خراب میشد، ولی خب موقعی که فستم رو نگه می داشتم مثل همیشه دیگه آخر شب چیزی نمی خوردم، خیلی راحت تر بودم. حالا شما هم امتحان بکنید، یه مدت اینجوری امتحان بکنید، پیش برید، یه ماه فستتون فیکس باشه، یه ماه فیکس نباشه، تغییر بکنه با شیفتتون، ببینید که چی میشه، ببینید کدوم حالت برای شما بهتره، حالتون بهتره، مودتون بهتره. در آخر شما چه سبزیجات پیشنهاد میدین؟ من توی سالادم این فکر کنم این حالت هست که اینجوری، من توی سالادم ادامام، اسفناج و گاهی تخم کتان مصرف میکنم، بادام هم کلش رو گاهی توی اسموتی میریزم برای پروتئین. پس برم مثلا سراغ کاهو، هویج، خیار، گوجه. سابقه سنگ کلیه هم در خانواده هست، من تیکرم جا انداختم. فرشی جان ممنون از ویدیو خوبتون، چیزی نموند که بتونم با خیلی راحت بخورم. آره میدونم، سابقه سنگ کلیه دارن در خانواده، چغندر پخته، کیل هم گاهی در سالاد دارم. اینا باید همگی حذف بشه، نه لزومن. شما باید ببینید که چی برای شما مضره، چی برای شما دردسر داره ایجاد میکنه، اون رو حذف بکنید، نه لزومن همه مواد منابع گیاهی رو، نه اون چیزی که شما رو اذیت میکنه. حالا چطوری بفهمیم چی شما رو اذیت میکنه؟ یک، گفتم نفخ رو یه جورایی الگو قرار بدین، یعنی الگو قرار بدین، چرت گفتم الگو نه، یه جورایی تمرکز رو بذارین روی نفخ. اگر نفخ گرفتید با یه محصولی، اون طرز پخت رو عوض بکنید، یه کاریش بکنید، بپزینش، ببینید چی میشه. اگر که بهتر شد خب خوبه، اگر نه داره شما رو اذیت میکنه. اگر که سنگ کلیه، ببینید که تو خانواده سنگ کلیه چه مدل سنگ کلیه ای هست، یعنی مدل‌های مختلف هست. اگر سنگ کلیه اگزالاته، بله شما باید بترسید، باید دقت بکنید که منابع گیاهی که اگزالات زیادی رو دارن با هم مصرف نکنید. یعنی شما قراره مثلا یه سالاد درست کنید، 5 تا ماده غذایی رو با هم قاطی بکنید، حواستون باشه این 5 تا هر 5 تاشون اگزالات زیادی نداشته باشن که در آخر شما یه حجم عظیمی اگزالات مصرف کرده باشید. این خودش که نکته مهمیه. آدم میتونه مثلا یک قلم اگر تو سالادش اگزالات زیادی هست اشکال نداره، اون یک قلم رو کم در نظر میگیری، خب یک کارش میشه کرد، ولی اگر همشون اینجوری باشه نه. من خودم اسفناج رو پخته گاهی استفاده میکنم، تخم کتان رو تو سالاد استفاده میکنم. عرضم به حضورتون کره بادام زمینی تو اسموتی یه کوچولو خطرناکه، به خاطر اینکه معمولا دست آدم در میره، زیاد میشه برای اسموتی و خیلی کالری داره، خیلی پره، خیلی خیلی قضیه سنگینیه،
یک کوچولو زیاد استفاده کنید دستتون در بره درد سر میشه. حالا درد سر اون بادامش هم جای خودش. آره کاهو خیلی سیف ایمنه، خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا. هویج اگر اون قسمت ریشش رو بگیرین مشکل زیادی ایجاد نمیکنه، مثل هویج، همینطور کدو، اینا اون قسمت ریشه یک کوچولو بیشتر بگیرید به نسبت. خیار هم همینطور باز قسمت ریشش، گوجه هم همینطور اون قسمت سفیدی که داره داخل هم همینطور بگیرید، اون بیشتری میزان لکتین یا هر سمی دیگه ای رو داره. بر آره یه کار هم میشه کرد و اون این که مثلا شما یه مدت بیاید برید سراغ چغندر، چغندر به حجم زیادی مصرف بکنید ولی بقیه منابع گیاهی رو خیلی 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 کم. بعد ببینید چی میشه. یه دو هفته چغندر زیاد مصرف کردن آیا گوارشتون رو اذیت میکنه؟ مشکلی براتون اینجا رو ایجاد میکنه؟ اگر آره چغندر میره تو لیست بدها، اگر که نه چغندر میره تو لیست خوبها. همین کار رو برای بقیه هم بکنید. بعد از یه مدت شما یه لیست خوب و بد دارید از منابع گیاهی دیگه. حالا مهم نیست من چی میگم، مهم نیست فلانی چی میگه، کی چی میگه، فلان دکتر چی میگه، اصلا مهم نیست. شما فهمیدین که چغندر برای بدنتون خوب نیست، پس مصرف نمیکنید، تمام شد رفت. حالا هر چه قدم ویتامین داره و خاصیت داره اصلا مهم نیست. اینم روش خوبیه. این کامنت جالب بود، گفتن که دلیل این حجم از حملات نرم، نرمش خیلی مهمه، شما رو به منابع گیاهی نمیدونم، حتما ریشه هایی وجود داره. ریشه هاش هم نکته جالبیه. بسیار عالی که مواد جدید و بادمان رو ریشهش احتمالا برمیگرده به این که ما که نه خانوادگی چیز دامداری داریم کلی. بعد منو فرستادن جلو، گفتن تو برو تبلیغات بکن برای گوشت مردم بیان بخرن، ریشهش اینه. والا چه ریشه. لکتینا انواع دارن و برخیشون سمیان. بله آره لکتینا دسته بندی دارن، یعنی یه دستن، یکیشون مثلا گلوتن، گلوتن خیلی را اذیت میکنه، ولی یه چیز دیگه هم هستن حالا من اسمشون نمیدونم که اونا حتما اذیت نمیکنن دیگه. امیدوارم در یک ویدیو مضرات ده ها برابری انواع گوشت ها هم بپردازید. بعید میدونم، خیر ربطی نداره، صحبت هم میکنم که گوشت خاری کامل هم خوب نیست. بدن ما آدمیزاد همه چی خار بودیم و هستیم و باید یه ترکیبی، یه سبد غذایی کامل از همه چی داشته باشیم، همه چی سالم، همه غذاهای سالم در کل، یعنی حالا نه همه چی، همه چی، بستنی جزشون نیست. بله گوشت ها هم بعضیشون ضرر دارن، قطعا گوشت ناسالم ضرر داره، برخی گوشت ها خوب نیستن، آره آره آره، ولی خب در کل گوشت خوب میشه گفت ضررش خیلی خیلی کمتر از محصولات کشاورزی. آره حالا بعضی دوست ندارن اینو، ولی خب هست. در تمام روش های طبی در دنیا برای درمان مشکلات گوارشی، کیست ها و قده ها سفارش به قطع مصرف گوشت و گیاهخواری میشه. نه لزومن، اصلا همچین چیزی نیست، بستگی به مشکل داره. گاهی مشکل شما ایجاب میکنه که گوشت نخورید، گاهی ایجاب میکنه که منابع گیاهی مصرف نکنید، گاهی ایجاب میکنه که حبوبات مصرف نکنید، گاهی ایجاب میکنه که میوه مصرف نکنید. خیلی بستگی داره مشکل شما چی باشه در آخر، بر اساس اون باید تصمیم بگیرید. این گیاهخواری رو یه مذهب نبینید که همه دردها رو دوا میکنه، همچین چیزی نیست، قطعا نیست. نمونه های چیزش هم زیاده، حالا قبلا توی قسمت راجع به این مشکل گیاهخواری صحبت کردم. من خیلی هم هستن که هی گیاهخواری رو شروع میکنن، برای یه مدت میذارن کنار، از آدم های معروف بگیرید، برای اونم که نمیذارن کنار مثل استیو جابز میفتن میمیرن. ولی کن آره گاهی گوشتخواری میشه رفت، گاهی گیاهخواری کامل، بسته به این که مشکل شما چی باشه. باید اون راه برید و بازم موقته، یعنی یه 6 ماه باید گیاهخواری بکنید مشکل برطرف بشه، بعد برگردی به دوباره کامل خوردن، چون مواد مغذی کم میاره بدن. از اون طرف ممکنه بعضی موقع 6 ماه مجبور شید گوشت خاری بکنید،
مشکل بدن برطرف بشه، بعد برگردید به کامل خوردن. اینجوری این بهتره. متاسفانه روش تحلیل شما بولد کردن مضرات و کمرنگ کردن فواید هست. خب فواید رو همه دارن میگن، دیگه فوایدی که من نباید بگم، من میخوام چیزی رو بگم که شما نشنیدید، چیزی که برای خود من خیلی جالبه، خودم تجربه کردم، چی میگن، لمس کردم، حس کردم، متوجه شدم، حالا دوست دارم با بقیه هم به اشتراک بذارم، چون مطمئنن خیلی هم مثل من هستن که با گلوتن مشکل دارن، با برخی منابع گیاهی مشکل دارن. این کمرنگ کردن فواید نیست، فوایدش جای خودش، ولی برای برخی افراد هم مضراتی هست که باید گفته بشه. از برخی کلیپاتون استفاده کردم، خواهش میکنم حقایق، حالا حقایق رو کی میدونه، کی فهمیده، خدا میدونه که یه روزی اگه شاید فهمیدیم که حقایق چیه. گفتن که سلام آقای جریان عزیز، وقتتون بخیر، میخواستم ازتون خواهش کنم که در مورد سندروم تخمدان پلی کستیک که خیلی بین زنان شایع شده ویدیو درست کنید. ممنونم. اینو خیلی ها کامنت میذارن و حقیقتا خیلی اطلاعات زیادی راجبش ندارم، واسه همین هی لفتش میذارمش که بعدا یه ویدیو براش درست کنم، ولی فعلا یه ویدیو درست کردم مخصوص خانم ها، قسمت 58 بست و دوره قاعدگی. خب من که هیچی از قاعدگی غالبا نمیدونم، نمیدونستم، من تجربه نکردم دیگه، ولی برای این ویدیو خیلی تحقیق کردم و خیلی چیز جالبی یاد گرفتم، نه کلیت رو ولی یه مقداریش رو، یه چیز جالب ریزی رو راجب چرخه قاعدگی، چه اتفاقی میفته، کدوم هورمون بالا میره، کدوم هورمون پایین میاد، چی میشه اینطوری، و این خیلی مهمه. تازه فهمیدم که تعادل هورمونی فوق العاده چیز مهمیه. این هورمونا وقتی به هم میریزه برای مردها حالا یه سری مشکلات به وجود میاد، برای خانمها یه سری مشکلات به وجود میاد، و همش هم از اون به هم ریختگی هورمونه. یعنی مثلا این نیست که چرا شایع تر شده، چون تغذیه مردم متفاوت شده نسبت به قبل، حالا هورمون هاشون به هم ریخته، وقتی هورمون ها به هم میریزه یه سری مشکلات به وجود میاد که بله این سندروم تخمدان پلی کیستیک هم یه نمونهش. متاسفانه سعی میکنم به زودی اطلاعاتم بیشتر کنم در این زمینه و یه قسمت براش درست کنم. لطفا یک برنامه در مورد جوانی حبوبات و تخمیر سبزیجات هم بگذارید، که این دوتا کامنت بود که تقریبا مثل همه. ببین جوانی حبوبات گفتن که ضرر داره بنج حبوبات، نه، به خاطر اینکه موقعی که جوان است هنوز اون سموم به اندازه کافی ایجاد نشده، مثلا یا لکتین رو اگر بخوایم مثال بزنیم، اونا به اندازه کافی قوی نشدن، اون پروتئین ها که بدن نتونه کارشون بکنه. اینو راجع به مثلا گندم هم هست، چی میگن، جوانه گندم خیلی خیلی بهتر از خود گندمه. خود گندم شما را اذیت میکنه به خاطر اون لکتین مثلا، خب برید سراغ به خاطر مثلا گلوتنش، برید سراغ جوانش که خیلی خیلی بهتره. و راجع به تخمیر سبزیجات، این تخمیر خیلی بحث جالبیه. خب در گذشته برای اینکه مردم بتونن اون غذا رو نگه دارن، خراب نشه، حالا هر چیزی که هست، میومدن این عمل تخمیر رو انجام میدادن که یه چیز خیلی طبیعیه که بوده، ولی خب به مرور که بسته بندی صنعتی به وجود اومده، یواش یواش تخمیر هم دیگه گفتن خب بلش کن دیگه، چه کاریه، زمان میبره، درد سر داره دیگه، بریم سراغ صنعتیش. اینه که کم شده، ولی خب من فکر کنم دوباره برمیگرده به زودی، چون علاوه بر اون خاصیت نگهداری محصولاتش یه سری خاصیت های دیگه هم داشته، مثل ویتامین های کایی که توی محصولات تخمیری خیلی زیاده. خیلی جالبه که توی اروپا جاهایی مثل اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، مدل سوسیس هایی که سنتی بوده، این گوشت رو به صورت تخمیری درست میکردن، این کارش میکردن که تخمیر بشه، بعد این دیگه فاسد نشه، خراب نشه، بمونه با کل زمستون مثلا استفاده بکنن، که شکاری به اون صورت نبوده.
تا چندین سال پیش اینطوری درست میکردن، الان دیگه کاملا متفاوت شده، سوسیس ها دیگه سنتیه و خب سالم نیست، هرچند هنوز هم هستن از اون مدل تخمیری ها، ولی خب خیلی کمه و خیلی گرون. خب گفتن که سلام آقا فرشید عزیز، ممنون کامنت هم مرتبط نیست به ویدیو، عذر میخوام، اشکال نداره، من یه مشکلی سالهای سال داشتم از دوران نوجوانی، حدود 18 سالگی به بعد موهای سرم به شدت چرب میشد، این موضوع سالهای ادامه پیدا کرد و خیلی ریزش مو گرفتم به همین خاطر، از وقتی این فصل رو شروع کردم چربی سرم بهتر شده خدا رو شکر و کلن چربی پوست صورت و سرم متعادل در شده. خیلی جالبه، خواستم با شما به اشتراک بذارم، سپاس. این خیلی جالبه و خیلی علت قشنگی هم داره، علتش برمیگره به کبد. شما مادامی که غذای ناسالم بخورید، مدام بخورید یا هر چیزی، این کبد هی چرب و چربتر میشه، بعد کبد میاد این سموم رو از بدن دفع میکنه. حالا چطوری میتونه دفع بکنه؟ چند تا راه وجود داره. یکی این که بیاد از طریق سیستم گوارش این کارو بکنه، از طریق کیسه صفرا میفرسته تو کیسه صفرا، بعد کیسه صفرا میفرسته توی روده و بعد دیگه تخلیه میشه. یه راه دیگه اش از طریق پوست هست، حالا یه راهش هم از طریق ریه که اونم جای خودش بماند، مشکلات مختلف ایجاد میشه اگر که ادامه پیدا بکنه. یه راهش از طریق پوسته، پوست مثل یه جور اسفنج میمونه که میاد این مواد رو، سموم رو به اضافه چربی رد میکنه بره از منافذ پوست. حالا وقتی زیاد میشه جوش یه علتش میشه، به خاطر اینکه این باکتری های مختلف هم همینجوری رو سطح پوست باشن دیگه بدتر. اما وقتی که یه کوچولو فست بگیرید، یه کوچولو خوراکتون رو رعایت بکنید، قند کمتری مصرف بکنید که کبد کمتر چرب بشه، خب دیگه کمترم ضایعات داره که بخواد از طریق پوست خارج بکنه، پس پوستتون دیگه خیلی چرب نمیشه، متعادل تر میمونه. این آره یکی از مزایای فسته. حالا نه لزوما فست، اینکه شما بیان رعایت بکنید دیگه، خورد و خوراکتون رو، کبدتون رو سالم بکنید. همیشه میپرسم میگم برای پوست چیکار بکنیم؟ پوستمون خوب بشه، پوستمون شفاف بشه، پوستمون فلان بشه، کبدتون رو خوب کنید. سوالترین راه اینه، ببینید چی برای کبد خوبه، همون کار رو انجام بدید، اثرش رو روی پوستتون میتونید ببینید. عزیزی کامنت گذاشتن که در حالی که هر روز علم داره بیشتر پی به ضررهای بیشمار مواد غذایی حیوانی میبره و هر روز بسیاری انسان‌های آگاه دارن مردم رو به گیاهخواری و زندگی شرافتمندانه حالا میگم چه خنده داره دعوت میکنن. ما ایرانی‌ها هم شما رو داریم متاسفانه که دارید مردم رو به خوردن مواد حیوانی دعوت میکنید، اونم با علم قدیمی یا اشتباه. واقعا که عجیبه، ای کاش این شور و شوق رو در مسیر درستری به کار بسته بودی. کنجکاوم ببینم ویدئویی هم درست در دست ساخت برای ضررهای فاجعه بار مواد گوشتی برای بدن دارید یا نه. ضررهای جبران ناپذیرش برای محیط زیست و اخلاقیات به کنار، چون برخی مثل شما فکر میکنن ارزششون از همه چیز تو دنیا بیشتره و حق دارن همه چیز رو نابود کنند برای دل خودشون و لذت خودشون. به خاطر همین از اون راه که از اون جا که تیمش شما رو قانع کرد، احتمالاً به جاش باید باورتون بشه برای سلامتیتون بده، بلکه دیگه نخورید. امیدوارم یه روز وقتی نظر در این موضوع عوض شد بیای و محکم بیستی روی همین فالوورای الانت و بگی اشتباه کردی. خب کلی نکته داره. اولا از این آخر شروع بکنم، بله اگر روزی من ببینم که دارم اشتباه میکنم، من که سودی نمیبرم از این قضیه، چه شما گوش بخورین چه گیاه بخورین فرق بر من نمیکنه، من زینف هیچ کدومشون نیستم، چون نه مزرعه دارم نه دامداری دارم. آره حالا این که میگن زندگی شرافتمندانه رو کنار گیاهخواری میارن، یعنی گیاهخواری زندگی شرافتمندانه است، چه ربطی داره؟ این همون افرادی هستند که گیاهخواری رو یه جور دین میبینن، یه جور مذهب میبینن و دیگه برای این افراد مهم نیست شما چقدر توضیح بدید از لحاظ علمی چه اتفاقی افتاده،
چه ضررهایی داره، چه فرقی میکنه، چی و چی و چی، براشون غالبا جوابگو نیست. چرا که این یه جور دینه براشون. شما یه آدمی که کورکورانه به یه دینی اعتقاد داره نمیتونید دین رو از تو سرش بکشید بیرون، چون همه باورش اینه، همه زندگیش اینه، و اگر این باور ازش بگیرید دیگه هیچی نداره دیگه. آره این خیلی بده. نه اینجوری اعتقاد نداشته باشید. حالا منم که نگفتم که همه گوشت بخورید، من میگم همه چی بخورید. این خیلی فرق میکنه به اونایی که میگن گیاه نخورید. بعد یه نکته دیگه، علم قدیمی یا اشتباه. آدمیزاد میلیون ها سال گوشت خورده، میلیون ها سال گوشت خورده تا همین 70 سال پیش. همین 70-80 سال پیش علمی که الان قدیمی شده برگشت گفتش که چربی بده، گوشت نخورید، نمیدونم کره نخورید، تخم مرغ نخورید، شیر بد شد، نمیدونم همه چی بد شد. چرا؟ چون نمیدونستن چی به چیه، اومدن یه چیزی گفتن که الان هم فهمیدن اشتباه گفتن. قسمت هفتم راجع به این تاریخچه بد شدن این منابع غذایی حیوانی صحبت کردم که چرا بد شد، از کجا بد شد، کی اومد گفت بد شد، چرا گفت بد شد، چطوری دروغ گفت که بد بوده، چه تحقیق اشتباه و مسخره‌ای کرده. اینه که بله، اون علمی که الان شما دارید بهش استناد میکنید دیگه قدیمی شده. مشکل علم اینه دیگه، وقتی همش بخواید با علم پیش برین و منطقی نباشه، 6 ماه با این علم پیش میرید، بعد از 6 ماه مشخص میشه که اشتباه بود، دوباره با یه علم دیگه باید پیش برید، دوباره میبینید که اشتباه بود. خب علم اون دانشمند خدا نیست که، حالا اگر که قصد و غرضی نداشته باشه از اون تحقیق، بازم خدا نیست، اشتباه میکنه دیگه. اشتباهش کی معلوم میشه؟ 10 سال بعد، 50 سال بعد میفهمن. الان هم فهمیدن دیگه، اون آقای انسل کیش که گفت چربی بده، الان فهمیدن که اشتباه میگه، اشتباه بوده کلا. الان که نه، از 30 سال پیش فهمیدن، ولی ما هنوز توی اینکه حیوان بده گیر کردیم. مواد گوشتی قطعا ضررهایی هم داره برای بعضی ها، شکی درش نیست. شما جزء کدوم دسته باشین به خودتون برمیگرده. امتحان بکنید، همه چی مصرف بکنید، همه چی سالم مصرف بکنید، ببینید که کدوم بیشتر به شما میسازه. بی خودی هم عذاب وجدان به خودتون ندین. اگر افرادی میان از گوشت خوردن مثلا بد میگن و شما دارید یه حیوانی رو میکشید و فلان و یه حرفا، بی خودی به خودتون عذاب وجدان ندید. والا طبیعت همش همینه، یکی داره یکی دیگر رو میخوره، همشون رفت. حالا چه میدونم، شما اون گوسفنده رو نخورید میره اون ورتر یه گرگه میخوردش، نه غیر از اینه. همین تا ابد که زنده نیمونه که. ما هم همینطور اگه تو طبیعت باشیم احتمالاً یکی بیاد ما رو بخوره، چیز عجیب غریبی نیست. تا بوده همین بوده. کجا بده این که شما اسراف بکنید؟ اصلا اگر یه مقدار مشخصی گوشت برای شما کافیه، بیایید نه بیشتر از حد بخورید، بیایید بیشتر از حد شکار بکنید، شکار رو برای تفریح انجام بدید نه برای رفع نیاز. اینجا یه نکته‌ای گفتن که برای دل خودشون و لذت. نه، شما حق ندارید همه چیز رو نابود بکنید برای دل خودتون و لذت، درسته؟ بله. ولی برای سیر شدن خودتون، سیر کردن خودتون و خانوادتون، نه، در حد نیاز خودتون مصرف بکنید، نه بیشتر. اشکالش چیه؟ هیچ اشکالی به نظر من نداره. عرضم به حضورتون که یه جا گفته بودن که برای محیط زیست، فکر میکنید مثلا مواد کشاورزی که شما مصرف میکنید ضرری برای محیط زیست نداره؟ کی میگه؟ باید کلی زمین رو خراب کرد، باید کلی درخت رو برید که زمین کشاورزی درست کرد، بعد کلی زمین کشاورزی درست کردی، حالا باید کلی سمپاشی بکنی، کلی حیوانات مختلف حشرات رو بکشی که این زمین مناسب کشاورزی بشه،
بعد که حالا همه این حشرات و حیوانات ریز مختلف رو کشتی، حالا که زمین کشاورزیت هم درست شد، باید این دفعه از این محصول حفاظت بکنی، چون یه سری دیگه حیوانات میان این محصولات رو میخوان بخورن. پس باید این دفعه کلی حیوانات مختلف رو بکشی تا به اصطلاح اون محصول کشاورزی دست نخورده باقی بمونه. پس شما مهم نیست چی کار بکنی، مهم نیست چی بخورید، در آخر دارید یه آسیبی به محیط زیست میزنید. حداقل کاری که شما میتونید بکنید اینه که این آسیب رو کم بکنید. چیکار کم بکنید؟ چجوری کم بکنید؟ خب کمتر مصرف بکنید، اینقدر نخورید، اینقدر دور نریزید، اینقدر اسراف نکنید. همین. آره نه، این گیاهخواری رو من اصلا قبول ندارم، همونقدر که گوشتخواری رو قبول ندارم. سلام فرشاد گرامی، فرشیدم با اجازتون، ولی خب عادت هم کردم از قدیم، خیلی توی مدرسه توی ایران اسم منو به اشتباه فرشاد میگن، اینجا توی ایتالیا وقتی ایتالیایی ها که میخوان اشتباه وقتی میگن میگن رشید. آره بینه که به این دوتا اسم عادت کردم. ممنون بابت اطلاعات دقیق و علمی که در اختیار ما قرار میدید. یه سوال داشتم، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. 38 سال سن دارم و متاسفانه به دلیل چند بیماری و مصرف داروهای خودیمنی و کورتون بالا خیلی زود درگیر دیابت شدم. در حال حاضر بیماری ها رفع شده و فقط دیابت با من مونده، هرچند خیلی تلاش میکنم کنترل بشه. الان فست 3 روزه رو شروع کردم، روز دوم هستم، ولی صبح بعد از 36 ساعت فست قند خونم 150 بود. دلیلش چیه؟ و اینکه چاق نیستم، فقط چاقی شکمی دارم با قد 165 سانتیمتر وزن 58. خب اولا که این فست 3 روزه برای ایشون مثل سم میمونه. چرا؟ اینجا چی گفتن؟ گفتن که حالا مشخص نیست خانوم هستن یا آقا، اما گفتن خانوم یا آقا نه گفتن، داروهای خودیمنی و کورتون بالا مصرف کردن. وقتی کورتون مصرف میکنید هی این چی میگی؟ کورتون یه جور کورتیزول مصنوعیه دیگه، باز کورتیزول بدنتون میره بالا. یعنی چی؟ یعنی سطح استرس بدنتون میره بالا که بیاد اون التهابی که تو بدن هست رو ساکت بکنه. چه اتفاقی میفته؟ هر سری که این کورتیزول میره بالا، برای چی درگیر دیابت شدن؟ قند خون هم میره بالا. این دوتا با همه، کورتیزول میره بالا، بدن این قند خون رو میبره بالا که شما سوخت اضافه‌ای، سوخت جتی داشته باشید برای اون استرسی که احتمالاً میاد و شما را اذیت میکنه. حالا استرسی که نیست میدونیم، ولی خب اینجوری طراحی شده. حالا فست 3 روزه مخصوصا خودش یه جور استرسه، یه جور استرسه، هیچ فرق نمیکنه. شما وقتی که دیابتتون از منشأش یه جورایی از استرس هست، بیایید فست طولانی بگیرید، یهویی چی میشه؟ استرستون میره بالا، بدن شروع میکنه دوباره قند تولید کردن، قند میریزه توی به اصطلاح توی عروق. حالا خب این قند از کجا میاره؟ از چربیای ذخیره شده میاره، کبد میاد معکوس کار میکنه، قند میریزه توی عروق. اینجا بد نیست تا حدودی، بعدیش کجاست؟ اینکه شما تحرک نداشته باشید، یعنی فقط فست بگیرید. وقتی فقط فست میگیرین این قند خون میره بالا ولی تحرک ندارید، چی میشه؟ دوباره انسولین ترشح میشه، دوباره این قند میاره پایین، قندی که خود بدن برده بالا. یعنی اصلا یه بلبشویی میشه، مثلا انگار که با یه دست به خودتون گل میدین با یه دست میزنین سر خودتون، اینجوریه. حالا اگر که فست طولانی گرفتید و بعد تحرک هم داشتید شدیدن که اون قند رو بسوزونید، خوبه دیگه، دوباره انسولین تحریک نمیشه. اما عموم مواقع مردم ندارن این تحرک رو و اینجای کار مشکله. بهتره که به جای اینجوری که فستای طولانی بگیرین، بیاین همون حدود 16 ساعت 15 ساعت فست بگیرین
و به مرور با تحرک بیشتر این قند رو کنترل بکنید، خودتون لاغر بکنید، قند رو کنترل بکنید و هر از گاهی یه روزه طولانی بگیرید، ولی روزه‌ای که بتونید تحرک هم داشته باشید، یعنی انقدر طولانی نباشه که دیگه تحرکی نداشته باشین، همینجوری استرس بدن بره بالا، قند بره بالا و شما تکون نخورید، بعد دوباره انسولین ترشح بشه تا بیاد پایین. چاق نیستم هم اصلا چیز کاملا جمله بی‌معنیه. وقتی میگی چاق نیستم فقط چاقی شکمی دارم، همه همینه. حالا یکی چاق‌تره، چاقیش همه جا خودش نشون میده، ولی همه شروع چاقیشون همین چاقی شکمیه دیگه، چه فرق میکنه؟ توصیه میکنم روزه طولانی نگیرید مگر زمانی که فوق‌العاده براتون عادی شد روزه گرفتن و تونستید همراه با روزه گرفتن طولانی تحرک هم داشته باشید. عزیزی کامنت گذاشتن که سلام فرشید عزیز، امکانش هست که سلام به روی شما، گفت امکانش هست که توی یه قسمت غذاهایی که خودتون معمولا درست میکنید رو به اختصار بگین. من ویدئوی قبلیتون رو دنبال کردم و غذاهایی که آموزش دادین به اضافه ترکیبات تخم مرغ رو دیدم، اما کنجکاوم که بدونم سبد برنامه غذایی خودتون به طور کلی شامل چه غذاها و مواد اولیه‌ای میشه. پیشاپیش ممنونم. خب من تیکه تیکه قسمت‌های کوچیکی رو درست می‌کنم راجع به حالا غذاهایی که معمولا مصرف می‌کنم. یه سری ویدیو غذاهایی که معمولا مصرف می‌کنم، یه سری ویدیو غذاهایی که به اسم ناسالم جا افتاده، ولی سعی می‌کنم بهتون نشون بدم که چطوری سالم درستش بکنید، نه که کلا غذای سالمی باشه، چیزی مثل پاستا، ولی چطوری درستش بکنید که یه مقداری سالم‌تر بشه. یا برنج، در کل غذای من عموما همیشه میگم دو وعده است، دو وعده و نصفی، یه میان وعده کوچیکمون وسطه. وعده اول معمولا همون پروتئین است، تخم مرغ عموما، ولی خب مثلا پیش میاد که یه روز در هفته، دو روز در هفته تخم مرغ نباشه، یه پنیر پر پروتئینی باشه مثلا با گردو، یا بعضی موقع حواس میکنم کره بادوم زمینی هم میخورم، یکی از خلافهامه. بعد آره اینا معمولا صبونمه. یه مدت هم قبلا اوتمیل میخوردم، الان هنوز مطمئن نیستم اوتمیل چیز خوبیه نیست، خیلی دو به شکم، هنوز دارم راجبش تحقیق میکنم. بعد عرضم به حضورتون این میشه معمولا وعده اول. حالا وعده میان وعده چیه؟ میان وعده معمولا یه میبس، سیب، موز، گای پرتقال، که پرتقال معمولا میذارم بعد از وعده دوم، چون ترشه خیلی برای غذای سنگین حال میده. بعد عرضم به حضورتون که غذای اصلی هم معمولا یه ترکیبی از یه سالاد بزرگه، ولی با یه سالاد شروع میکنم، سالاد هم همه چی توشه، ولی خب اون مواقع یه مدل کاهوه، بعد گوجه است، هویج، پنیری مثل پارمژان، تخم کدو، کنجد، اینجور چیزا تقریبا، آووکادو. این میشه اون سالاد اصلی و بزرگ. بعد سالاد بزرگه میرم سراغ حالا غذای اصلی که خیلی وقت و عموم مواقع گوشته، یه تیکه دو تیکه گوشته، بعضی روزا ماهیه، بعضی روزا مرغه، خیلی وقتا خالیه، چیزی کربوهیدراتی باهاش نیست، ولی اگر هست معمولا یه برنج ایتالیاییه، یه مقدار خیلی کمی در حد 60-70 گرم نهایت. بعد این میشه ترکیب اون غذای من کلا. سعی میکنم متنوعش کنم، ولی از طرفی هم دوست ندارم متنوعش کنم، چون خیلی وقتی مثلا یه مدل غذاهایی رو آدم راحته میخوره، بعدش حس خوبی داره، مثلا الان ساعت 9:20 دقیقه شبه، من 2 ساعت پیش غذا خوردم، هنوز سرحالم، هنوز حالت خواب‌آلودگی و گیجی و مستی بهم دست نداده، خب چرا بیام این غذا رو عوض بکنم؟ این غذای برای من خوبه. چی بود؟ حالا یه تیکه سالمون بود با یه 50 گرم برنج، چرا بیام اینو عوض بکنم؟ وقتی که حال من خوبه بعدش، خب همینو ادامه میدم دیگه، همینو میخورم دیگه، به همین سادگی. ولی قسمت های کوتاهی درست میکنم راجع به
اشاره به این غذاها که حالا شاید به کار بعضی ها بیاد. این فسیلی تیکه های میندازن، میگفتن که ممنون عالی مثل همیشه، فقط با سعی کردن مگه میشه دکتر شد؟ نه نمیشه دکتر شد، من نمیخوام که دکتر باشم، هدف این نیست. هدف اینه که من چیزی که خودم یاد گرفتم برای من جالب بوده با شما هم به اشتراک بذارم. همین. وقتی میگم سعی نمی کنم دکتر باشم، یعنی این که نمیخوام، یک نمیخوام اداشو در بیارم، نمیخوام یه گوشی بنزنم گردنم، یه روپوش سفید بپوشم بعد بیام بگم بلا بلا بلا، نه همچی قصدی نیست. دو، از اون طرف سعی نمی کنم یه رابطه پزشک و بیمار درست بکنم با شما، همچین چیزی نیست. اگر توی ویدیوها دارم صحبتی می کنم، خاطر اینکه شما یاد بگیرید، برید بیشتر یاد بگیرید، برید امتحان بکنید، برید با بدن خودتون آشنا بشید، هدف اینه. از اون طرف اگر مشاوره ای هست، سعی میکنم بهتون یه نکته هایی رو اشاره بکنم که شاید به چشتون نیاد، برید راجب اون نکته ها تحقیق بکنید، برید بیشتر راجب اون نکته ها یاد بگیرید، برید اون نکته ها رو امتحان بکنید، ببینید چی میشه. نسخه قرار نیست بپیچم برای کسی، اینه که سعی نمیکنم پزشک باشم. کار پزشکا کاملا متفاوته، قابل احترامه و کاملا متفاوت. این هم سعی میکنه. So funny. آره آره. Very funny. گفتید جوی دو سر پرک بد هست. در ویدئوی قبلی منظورم هست. مشکلش چیه؟ برای شیر هم ویدئو بسازید. گفتم هنوز خودم یه ذره دو به شکم. ولی خب یه چیز رو قطعا بدون شک میتونم بهتون بگم. جوایی که به اصطلاح بهش میگن instant oat، یعنی خیلی سریع آماده میشه، فقط آب قاطیش کنید قابل خوردنه، این قطعا چیز خوبی نیست. این یه چیز خیلی صنعتیه که خب شکی درش نیست، به درد نمیخوره اصلا. اما راجب خود جویی که شما باید بپزینش، زمان میبره تا درستش کنید، مقداری خیسش بکنید، این شاید بتونه چیز خوبی باشه، شاید نه، هنوز مطمئن نیستم. یه راههایی براش هست که سالمترش میکنه، حالا اینو میتونم بهتون بگم الان، و اون این که بذاریدش خیس بخوره، مدت بیشتری خیس بخوره، این نباشه که بریزید تو آب لمه آب بریزید درستش کنید، نه، بذارید شب قبل خیس بخوره، این خیلی کمک میکنه به اون دفع سمومش. بعد که خیس خورد اون آب رو دور بریزید، حالا اگر تونستید یه دور دیگه خیسش کنید، اگر نه آب رو دور بریزید با آب جدید درستش بکنید، اینطوری وضعیت خیلی بهتر میشه. یه ذره آب بخورم. خب بریم سراغ اون قسمتی که بهتون گفتم سورپرایز کار هست، و میخوام یه سری از ویدیوهایی که خیلی برای من میفرستن رو نشونتون بدم و ایراداتش رو بهتون بگم. همش میپرسن که خب این چی میگه، چرا اینطوری میشه، و و خیلی تو اینستاگرام برای من میفرستن. بریم این اولی رو ببینیم با هم دیگه. میخوان ببینن که چی نوشتن. ببینیم نتیجه آزمایش قند خون بعد از خوردن خرمای خاصویی. حالا خرمای خاصویی خیلی معروفه به خرمای رژیمی، مثلا ببینیم که چیکار میکنن. یعنی تست قند خون میگیرن. ما دو تا ناشتاییم، قند ناشتامون رو بگیریم، بعدش خاصویی بخوریم، دو ساعت بعد مجدد قندمون رو بگیریم ببینیم چه میشه. قند چه شد علی؟ 98. 7 تا دونه خاصویی علیرضا میخوره، 5 تا من. از اینا چه خون خوش رنگی هم داری. اوه 103. من 3 تا دونه آجیلی میخورم، 2 تا هم شیره دار. من 7 تا میخورم. اینو میزنم الان ساعت میبینید 10:59 ساعت 1 همینو میگیریم و قند دو ساعته رو میگیریم نشونتون میدم ببینیم چی میشه. آره. خب این مدل قند گرفتن و اصلا مدل کار کلا اشتباهه. حالا علتشو بهتون بگم، احتمالاً که خیلیاتون بدونید، اگر که پیج من دنبال میکنید اطلاعاتتون تو زمینه قند و اینا خیلی کامل هست که گول همش چیزایی نخورید. چند تا نکته.
این پیج مال شخصیه که خرما میفروشه و خب داره همه تلاششو میکنه بگن که خرمای من خیلی خرمای خوبیه. مدل گرفتن قند اشتباهه. میان یه قند رو میگیرن، قند صبح که 100 خورده‌ای بود و بعدی رو میگیرن که میاد پایین تر، ولی حالا چراشو میبینید. ولی این وسط نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، چی میشه که میاد اینجا. حالا بعدش هم ببینیم. حالا این خوابه هم بهتون بگم، این خوابه هم بهتون بگم، یعنی داشته باشید این که بنده خدا خرمه‌ها رو خورد و اصلا بیهوش شد. بهتون میگم علتش شد. آی خرمه بیهوش شد. دو ساعت شد قند دو ساعت رو بگیریم. ساعت هم نشون بدیم. دو ساعت و پنج دقیقه. چند شد؟ 95. از 103 اومد 95. از 103 اومد 95. بعد این رو میدونن به اصطلاح کار خورما میدونن که خورما قند رو از 103 آورد 95، پس خورما قند رو میاره پایین. اما این دستگاه ها فقط سر و ته رو گرفتن. این وسط چی؟ وسط رو ما نمیدونیم. دستگاه های اصولی تر، دستگاه هایی که اینجوری پشت بازو بسته میشه، بعد شما به صورت بلوتوث وصل میشه به گوشی و قند شما رو لحظه‌ای کنترل میکنه، انسولین رو لحظه‌ای کنترل میکنه و شما یه نمودار دارید که چه اتفاقی میفته. این دستگاه به شما اون نمودار رو نمیده، فقط میگه قند 100 خورده ای شد 95. ولی در عمل چه اتفاقی میفته؟ در عمل این 100 خورده ای رفته تا 150، رفته تا 200، بعد انسولین خون رفته بالا که باعث میشه من خدا خوابش بگیره، بیهوش بشه به خاطر اون سطح انسولین بالاست. بعد انسولینه آوردتش پایین و وقتی میارتش پایین، همیشه میگم انسولین خیلی دقیق نیست، وقتی زیاد میشه دیگه میارتش پایین تر از سطح قبل. اینه که دو ساعت بعد شما قند میگیرید شده 95. ولی آیا قندتون پایین اومده؟ نه، قند شما بالاتر رفته، انسولین ترشح شده، بعد اومده پایین تر از سطح قبل. این چیز خوبی نیست. بلند مدت مشکل مقاومت به انسولین رو درست میکنه. حالا مثلا ایشون نگاه میکنید خیلی آدم اضافه وزنداری به نظر نمیاد، ولی ربطی نداره. مقاومت به انسولین ربطی به اضافه وزن نداره. شما ممکنه که ورزش بکنید، اون انرژی که دریافت میکنید رو بسوزونید، اما همچنان اون بحث مقاومت به انسولین در بدن شما یواش یواش شکل میگیره، یواش یواش خودش رو نشون میده. یکی از ساده ترین چیزایی که خودش رو نشون میده اون حالت خواب‌آلودگیه که بعد از مصرف قند به آدم دست میده. این معجزه خاصی که میگیم رژیمیه. 88. این همون خرما خاصیه که تست قند. نه، هیچ معجزه ای نیست. شما فقط اشتباه اندازه گیری کردین. حالا نمیدونم از قصد این کار کردن یا بهتر از این بلد نبودن، ولی خب درست نیست. این مدل درست نیست. این یکی از پیجاییه که خیلی طرفدار داره، حرفای بدی هم نمیزنه. حالا نمیدونم چیز بکنم نکنم، بحث شطرنجی بکنم یا نکنم، ولی خب گفتن که سالها از بچگی تو گوش ما خوندن که خود ارضایی باعث ضعیف شدن چشم میشه، باعث ضعیف شدن کمر میشه، باعث نازایی میشه، باعث افت عملکرد ذهنی میشه. جالبه بدونید که برای هیچ کدوم از این ادعاها حتی یک مقاله هم نیست، یعنی هیچ اویدنسی وجود نداره که نشون بده خود ارضایی حتی یک ضرر داره. این اویدنس، حالا بهش میرسیم اویدنس، ولی خود عمل خود ارضایی باعث ضعیف شدن چشم قاعدتا نمیشه، اما خود ارضایی یه جور اعتیاد به وجود میاره که در آخر شما رو مدام پای لپتاپ و کامپیوتر نگه میداره، ورزش نمی کنید، مدام چشتون به لپتاپه، مدام خود ارضایی میکنید، چی میشه؟ چشتون ضعیف میشه به خاطر اون کارهایی که دارید همزمان با بحث خود ارضایی انجام میدید، به خاطر اون اعتیاده.
درسته؟ باعث ضعیف شدن کمر میشه. خب بله، مثلا شما مدام نشستید دارید خود ارضایی میکنید، ورزش نمیکنید دیگه. کی رو دیدید که معتاد به خود ارضایی باشه ولی ورزش هم بکنه؟ نمیشه. این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. نازایی نمیدونم، ولی توی آیون مشکل انزال زودرس و نووز رو به وجود میاره. بله، اون بافت حساسه. شما وقتی که مدام خود ارضایی بکنید بیش از حد، اون بافت آسیب میبینه، مشکل به وجود میاد. عملکرد مغز، بله عملکرد مغز خراب میشه به خاطر اینکه شما دارید دوپامین مغز رو تحریک میکنید. وقتی که هی دوپامین رو تحریک میکنید دیگه حالت عادی شما تمرکز ندارید، مثل کسی که خب اعتیاد داره به هر چیز دیگه ای، هر ماده مخدری، هر مسئله ای که با دوپامین در جریانه. در آخر عدم تمرکز، بله عملکرد ذهنی شما رو پایین میاره. تموم اینا به صورت غیر مستقیم ارتباط داره. حالا چرا مقاله ای نیست براش؟ خب مقاله باید یکی بیاد فاندش بکنه، یکی بیاد هزینهشو بده دیگه. مثلا اون محقق که از جیب خودش نداره پول بده یه تحقیق بکنه، تحقیق هم هزاران هزار دلار هزینه داره. کی باید بیاد فاندش بکنه اینو؟ کی باید بیاد هزینهشو بده؟ کیش کی کار نمیکنه. کسی میاد هزینه یه تحقیقی رو میده که در آخر اون تحقیق نتیجهش یه سودی براش داشته باشه. هزینه تحقیق دادن برای خیلی از شرکت‌های داروسازی مثل مارکتینگ میمونه، مثل یه سرمایه گذاری میمونه که شما یه سرمایه گذاری دارید میکنید، بعد از نتیجه اون سرمایه گذاری میخواید سود بیشتری ببرید. اگر که تحقیق مثلا چی، شرکت‌های بعد ساخت فیلم پورن بیان بگن که یه مقاله رو فاند بکنن که ببینیم در آخر ضرر داره یا نداره، خب هیچ وقت همچین کاری نمی کنن، مشخصه همچین چیزی نیست. بعد تو وسط این همه فارسی نوشتن من اویدنس نمی فهمم چیه. ببین اینقدر درگیر این نباشین که یه نفر بیاد یه مقاله‌ای بده بیرون که شما یه سری چیزا که منطقتون داره بهتون میگه رو قبول بکنید. یه سری مسائل منطقیه، منتظر اویدنس. یا اویدنس یعنی، اویدنس یعنی چی؟ یه سری مسائل خیلی منطقیه و شما باید خودتون نتیجه گیری بکنید از 4 تا مورد دیگه‌ای که هست. این هم منتظر نباشه یه نفر بیاد بگه خب این مدرک این ضرر داره. خب خودتون باید بدونید، یعنی نه که باید بدونید، باید این شواهدی که هست رو کنار هم بذارید و خودتون نتیجه گیری بکنید، چرا که هیچ کس نمیاد همچین نتیجه گیری برای شما بکنه در آخر و بیاد مقاله بده بیرون. نه البته مقاله هم هست، این نیست که هیچی نباشه، مقاله هم هست، فقط سر صدایی ندارن. خیلی از روانشناسا میان صحبت میکنن، کلی کتاب هست، کلی سمینار هست، ولی کسی که نخواد ببینه این شواهد رو خب نمیبینه دیگه، همونا رو هم انکار میکنه، میگه هیچی نیست. نه قبول ندارم. این هم خیلی مثلا توی شبکه های اجتماعی زیاده و مثلا این هم برای من فرستاده بودن. خب این یکی دیگه از این چیزایی که فرستادن. البته این بیشتر کلیک بیت بهش میگن، این که میان روی تامنیل، روی عکس یه ادعای میکنن که اصلا حقیقت نداره، یعنی حتی توی ویدیو هم نیست. حالا ویدیو رو ببینیم. میدونستی با مصرف نون میتونی چربیای کبدت رو بسوزونی؟ اگه تعجب کردی از این حرف تا آخر این فیلم رو ببین. میخوام به سر روش بگم چجوری نون استفاده بکنی تا باعث چربی سوزی چربیای کبدت بشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشه، بفرست واسه دوستایی که درگیر کبد چرب یا اضافه وزن هستن. اولین روش اینه که از نونهایی استفاده بکنی که سبوس دارن، مثل نون سنگک، نون بربری و نون جو. نون توست رو کلا از زندگیتون حذف بکنید چون مواد نگهدارنده داره و اصلا واسهتون خوب نیست. اما
در نظر بگیرید که حتما نونهایی که استفاده میکنید رو، بازم مثلا اگه نون جو هست یا نونی که فیبر داره، بهتره به اندازه ازش استفاده بشه. اما روش دوم اینه که اگر که از نونی استفاده میکنید که با آرد سفید پخت شده، خب این تیکه اولش که خب خوب بود، آره سعی کنید در نون با غلات کامل استفاده بکنید، بهتره تا آرد سفید. یه مقداری فیبر داره، باعث میشه که خب جذب اون قند خیلی آرومتر بشه. بهتر از مواد غذایی همراه باش استفاده بکنید که فیبر به شدت بالایی دارن، فیبر به شدت بالا، کاهو و همینطور حبوبات که به شدت کمکت میکنه این قندی که نون داره رو کنترل بکنه و قند اضافه نون داخل بدن و به خصوص داخل کبد تبدیل به چربی نشه، تو رو درگیر کبد چرب یا اضافه وزن نکنه. اینه که همیشه میگم قبل از غذا، مخصوصا غذای کربوهیدرات، بیاید سالاد بخورید، منظور همینه. یعنی یه فیبری اول خورده باشید، بره داخل روده، دیواره های روده رو بگیره که قند با سرعت کمتری جذب بشه. این نون چون قند خون رو میبره بالا، فشار به کبد میاره، پس هر چقدر سرعت بالا رفتن قند خون کمتر باشه، در آخر فشار کمتری به کبد میاد. و اما روش سوم، اگر از نونی استفاده میکنید که با آرد سفید پخت شده، بهتر از ماده غذایی کنارش استفاده کنید که یک چربی سوزه یا دو میتونه قند خونت رو کنترل بکنه. که واسه این مورد یه پیشنهاد دارم واسهتون که اگه عدد 70 رو کامنت بذاری، این پیشنهاد ویژه رو داخل دایت واسه توضیح میدم که دیگه چه خواصی داره که علاوه بر اینکه کنار نون میتونی ازش استفاده بکنی، چه کدوم مواد اصلی غذایی و کنار کدوم مواد غذایی میتونی استفاده کنی که قندش رو کنترل کنه و باعث اضافه وزن یا درگیر شدن شما و کبد چرب نتر از مواد غذایی هم نشه. و نکته ریز بعدی این که اگر از اون استفاده میکنین، بهتره به اندازه یک کف دست با هر وعده غذایی باشه، هر چند با آرد سوسار پخت شده باشه، بهتره که به این اندازه استفاده بشه. اگه درگیر کبد چرب یا نمیدونین چه رژیم غذایی مناسب شرایط بدنته یا چجوری کبدت رو کامل پاکسازی بکنی، عدد 5 کامنت بذار که راهنمایی کنم. تبلیغاتت چی برای فروش؟ اینو کامنت بذار، نمیدونم اینو بفرست، این دورمونو بخر. ببین در آخر نگفتن نون بخور. منی که اینو میبینم فکر میکنم که آره قراره که نون بخورم و کبد چربم خوب بشه، ولی اصلا اینطوری نیست. فقط اون نکاتی رو گفتن که باید در کنار همه کربوهیدرات ها رعایت بکنید، فرق نمی کنه حالا نون یا هر چیز دیگه ای. این مدل کلیک بیت هم من خیلی بدم میاد کلن توی شبکه های اجتماعی، من شبکه های اجتماعی کلن که بدم میاد، ولی از کلیک بیت هم خیلی بدم میاد. مخصوصا توی یوتیوب وقتی میبینم یه کانالی خیلی استفاده میکنه از کلیک بیت، یعنی یه چیزی میگه توی تامنیلش که بعد توی ویدیو نیست یا اصلا ربطی نداره، بلافاصله not interested میزنم که دیگه اصلا نشونم نده، دیگه نمیخوام ببینم اون کانالو. میخوام در مورد یه خوراکی خوشمزه براتون توضیح بدم که هم برای کبد چرب خوبه، هم برای بلغم و هم برای سودا. این پست رو سیف کنید که دوباره مرور کنید و برای دوستان و عزیزانتونم بفرست. شیره انگور یه ماده غذایی پرخاصیته که هم برای کسانی که کبد چرب دارن خوبه، یعنی علائم کبد چرب رو کم کم برطرف میکنه. شخص که خیلی بیحال و خسته است، وقتی هر روز صبحانه شیره انگور مصرف کنه، کم کم بیحالیش برطرف میشه، انرژی میگیره، بیماری های پوستیش برطرف میشه، سیستم ایمنی بدنش بالا میره. نه بیحالیش برطرف میشه قطعا، اون شکی درش نیست، چون یه حجم عظیمی داره قند میخوره. شیره انگور چیه؟ همش قنده، قنده 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 قنده، یه چهار تا ویتامین هم داره. همین، چطور این قند قراره چه اتفاقی براش بیفته؟ چی میشه تو بدن؟ بیشتر و بیشتر سیستم رو خراب میکنه. اما کوتاه مدت بله، شما میگید وای خانم دکتر چه پیشنهادی به من داد، چی گفت، چه جالب. چرا؟ چون شما دیگه حجم عظیمی دارین قند مصرف میکنید، شمایی که بیحالید، شمایی که انرژی ندارید و خسته اید، همیشه اون قنده مثل مسکن میمونه، دوپامین مغزتون رو میبره بالا، قند خون رو میبره بالا، اول صبح میخورید
چشاتون باز میشه، احساس میکنید وای من چقدر سالم شدم، در حالی که نه، شما فقط دوپینگ کردید، سالم نشدید، مشکلتون حل نشده، فقط دوپینگ کرد. و برای یه مدت کسانی که بلغم دارن نفخ معده‌شون برطرف میشه، ناراحتی های گوارشی و یبوستشون کم کم برطرف میشه، کسانی که سودا دارن سیستم عصبیشون تقویت میشه، خلطایی که روی سیستم عصبی رو پوشونده کم کم برطرف میشه، برای تقویت حافظشون خوبه، برای پیشگیری از آلزایمر خوبه. و میتونین این شیره انگور رو برای صبحانه یا میان وعده ها استفاده کنید، ولی یک قاشق غذاخور روزانه بیشتر استفاده نکنید، چون که باعث کبده چرب میشه. یعنی خودشون آخر صحبتشون حرف خودشون رو نقص کردن. اول صحبتشون با این شروع شد که برای پاکسازی کبد چرب، حالا این برنوشتن، ولی خب برای پاکسازی کبد چرب بیاید شیره انگور بخورید، بعد از اون طرف گفتن که بیشتر از یه قاشق در روز نخورید چون باعث کبد چرب میشه. پس چی شد بالاخره؟ این باعث کبد چرب میشه یا چی شد؟ یه قاشقش کبد چرب رو خوب میکنه، دو قاشقش کبد رو چرب میکنه؟ کدومشه بالاخره؟ نمیشه که. اگه یه چیزی خوبه، حالا یه ذره بیشتر خوردنش نباید اونقدر ضرر داشته باشه، یا حداقل نباید همون کاری رو بکنه که داریم ازش فرار میکنیم. راجع به این بحث چی اسمشه، طب سنتی و سردیگرمی و اینا، من حقیقتا خیلی اطلاعاتی ندارم، راجع به اون قسمتش نظری نمیدم، اما این کبد چربش کاملا غلطه و هیچ پایه و اساسی نداره. آخر صحبتشون همین حرفو زدن. پس دنبال این نرید. نظر من دنبال این، هر چقدر از قند و هر چیز شیرینی دوری بکنید، شک نکنید که کبدتون هم بهتر میشه. الان بحث گوارشش هم اگه خوب میکنه، شاید به خاطر فیبر باشه، شاید، نمیدونم، ولی خب کبد چرب رو قطعا خوب نمیکنه. واقعا فستینگ گرفتی؟ بهت گفتن افزایش متابولیسم و پاکسازی کبد؟ نمیدونم این چه چیزیه که تازه مد شده، ترند شده تو فضای مجازی، که میگن با رژیم های فستینگ باعث افزایش متابولیسم بدن میشه و همچنین باعث پاکسازی سموم، پاکسازی کبد. تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم این یک دروغه و بسیار بسیار جنایت بزرگیه که تو حق شما ها میکنن. فستینگ بسیار ضرر داره و اصلا رژیم غذایی مناسبی نیست. چرا؟ اولین سوالی که باید اینجا مواقع بپرسید چرا؟ من تعجب میکنم که چرا کسی کامنت نذاشته چرا؟ یعنی همه باید این کامنت رو بذارن چرا؟ اولا که اول صحبتشون گفتن فستینگ نمیدونم چیه. اگه نمیدونید چیه، خب برای چی دارید صحبت میکنه؟ این صحبت هم اظهار نظر کامل و خوبی نبود دیگه، فقط غر زدن بود. نمیدونم این چیه، همه میرن این کارو میکنن، چرا این کارو میکنید، نکن این کارو. امین علت بعدیش، حالا ایشون چیز دارن، پیج دایت دارن، حالا اینا رو من بلاک میکنم. اگر که فستینگ خوب نیست، چه روشی خوبه؟ آیا شما دارید این روش انجام میدین؟ ایشون به نظر من کم کم 15 کیلو مثلا اضافه وزن دارن. شما چیکار دارین میکنید؟ که حالا برای خودتونم خب جواب نمیده غالبا، ولی خب چیکار میکنید برای بیماراتون؟ اونو بگید که مردم بدونن چرا کاریه. بعد فستینگ چیزی نیست که الان مد شده باشه. اولا تقریبا 10 ساله که لحاظ علمی بهش پی بردن که محدود کردن زمان خوردن خوبه. همین. ولی هر چقدر شما توی تاریخ برید عقب، انسان هیچ وقت اینجور نبود که یخچالش پر باشه، همیشه بلند شه اول صبح بره در یخچال باز کنه، شروع بکنه به خوردن تا آخر شب که میخواد بخوابه. هیچ وقت همچی چیزی تو تاریخ نبوده. ما این 50-60 سال گذشته، اونم توی خیلی از کشورهای پیشرفته 50-60 سال، مردم رسیدن به این حد از رفاه، میشه اسمشو گذاشت؟ آره. وگرنه تا قبل ترش انسان باید صبح بیدار میشده، خب
امروز بریم یه غذایی پیدا بکنیم، بریم یه لقمه نون پیدا بکنیم. دیگه هیچ نبوده ها. مثلا چه میدونم، من همین چند سال پیش رو یادمه، مثلا بچه بودم، شاید 5 سال 6 سالم بوده، صبح بلند میشدی چیزی نبود بخوری، باید میرفت تو صف نونوایی، حداقل تا ظهر تو صف نون بودن مردم که یه لقمه نون بخرن بیارن، حالا مثلا یه چیزی پنیری بزنن روش بخورن. یعنی بازم اینجوری نبوده که اول صبح بیدار میشن بلافاصله شروع بکنن به خوردن. با همین 20 سال پیش، 25 سال پیش تو خیلی از شهرهای ایران اینجوری بوده. وای به حال گذشته. یه لحظه چشاتون رو ببنید، فکر کنید این همه سال انسان روی این کره خاکی بوده، 500 سال پیش چه خبر بود؟ کی به غیر از اون پادشاهه، کی میتونست اول صبح بلند شه و شروع کنه به خوردن؟ نه، همه میرفتن دنبال یه لقمه نون، کلی زحمت بکشیدن تا در بیارن یا پیدا بکنن یا شکار بکنن که بعد تازه بشینن بخورن. پس مدام خوردن وجود نداشته هیچ وقت، نبوده. اینه که فستینگ یه چیزیه که تازه مردم بهش پی بردن، تازه داره مد میشه، ولی همیشه بوده. فقط ما تازه الان داریم میبینیم، تازه داریم بهش آگاه میشیم. خیلی اینجوریان، خیلی اینجوری برام میفرستن از این مدل کلیپا، افرادی که متخصصن، ولی متخصص تو متخصصی 20 سال پیشی که مدرک گرفتن گیر کردن، دیگه تغییری نمیدن، دیگه مطالعه نمیکنن، دیگه خب چرا مثلا همچین چیزی اومده؟ حالا شما قبول داری که، شما باور داری که اشتباهه، خب برو تحقیق بکن دیگه، برو پیدا بکن چرا. بیا به منی که فستینگ میگیرم هر روز و خیلی سر حالم، ساعت 9 شب مثلا 10 شب شده سر حالم، بیا به من توضیح بده که این فستینگ چرا بده، چی میشه که بده، واسه چی بده و امثالش. خب این یه قسمت باز میخوام اضافه بکنم و اون بحث حمایت هاست. از تقریبا الان چند وقت من یوتیوب رو شروع کردم، 6 ماه تقریبا هست، 6 ماه 7 ماه، و خب تا همین مثلا 2 ماه پیش 3 ماه پیش خیلی درآمد آنچنانی واقعا نداشت یوتیوب، ولی خب خیلی عزیزا هستن که کمک مالی کردن، فوق‌العاده ازشون ممنونم. تا حالا فرصت نکردم که یه ویدیو درست کنم، تشکر درست حسابی بکنم، اسم بیارم. اینه که عذر میخوام، ولی الان باید ازشون تشکر بکنم. سعی کردم که اسم کوچیک استفاده بکنم. بعضی ها با پیام بوده حمایت کردن، یه پیامی هم نوشتن که دستشون در نکنه، خیلی از پیام ها ارزشش خیلی بیشتر از اون پول است. اینه که پیام هاشون هم آوردن، بعضی هم نه پیامی ننوشتن، فقط کمک مالی کردن. آقا رضا گفتن که سلام، اول که تشکر میکنم بابت اطلاعات مفید و وقتی که میذارید. از یک طرف فرهنگ دونیت در ایران تقریبا وجود نداره. دونیت منظور همون حمایت مالی کردن از کسی مثل من در ایران تقریبا وجود نداره، و از طرفی هم شرایط اقتصادی یه جورایی بهونه خوبیه برای این عدم حمایت ها. ولی من تصمیم گرفتم ماهانه مبلغی رو به پاس این که فقط بدونید کاری که انجام میدید حتما مفیده و به عده زیادی نفع میرسونه دونیت کنم، و امیدوارم سایرین هم در این مسیر همگام باشن. موفق و پیروز باشید. ممنونم آقا رضای عزیز، امیدوارم که شما هم پیروز باشید. این چیزی که اینجا می‌نویسم، این قسمت مال ایرانه، 1000 تومان هست، 100000 تومان دونیت کردن. حالا مینا گفتن که سلام آقای جلیلیان، واقعا ازتون ممنونم، جامعه ما خیلی نیاز داره به اطلاعاتی که شما در اختیارمون می‌گذارید. تا اینجا خسته نباشید و به امید اینکه با قدرت این مسیر قشنگ رو ادامه بدید، دست شما در نکنه و همه تلاشمو میکنم واقعا، هم به خاطر اینکه دوست دارم این کار رو، هم به خاطر اینجور پیام ها که واقعا با آدم انرژی میده. پارسا گفته که مدتی ویدیوهای شما رو میبینم و از دانش شما استفاده میکنم، سپاس از زحمات شما. ممنونم آقا پارسا.
همینطور از آیه امین و میلاد هم ممنونم. پلتفرم بعدی که خیلی حمایت میکنن ریمیت هست. ایشون اسم نداشته، گفتن که جناب جلیلیان یک دنیا ممنونم بابت اطلاعات ارزشمندی که خالصانه و بدون چشم داشت در اختیار مردم رشید میذارید. از روزی که پادکست شما رو شنیدم دارم به همه میگم تو رو خدا گوش بدید و انجام بدید. امیدوارم هیچ وقت این کار مفید رو رعایت رها نکنید. چشم، سعی میکنم. حالا فرح گفتن که سپاسگزارم، نوروز خجسته، فکرم خجسته بوده. شال و تندرست رو پیروز باشید. همینطور سال نو رو به شما تبریک میگم و ممنونم از کمکتون. آیه صالح گفتن که بی‌نهایت سپاس بابت زحمتی که برای ویدیوها میکشید، مبلغ ناچیزی هست ولی قبول کنید. ممنونم، محبت دارید. مصطفی گفته که گفتن که شاید اندک شاید ناچیز، به سپاس تشکر از زحمات شما عزیز دل. نه اصلا هم ناچیز نیست، دست شما هم درد نکنه. این عزیزان هم حالا پیامی نذاشتن، آیه شهریار، آیه لطیف زاده، کسرا، این اسم نمیدونم چیه، املای اگر اشتباه نکنم، به صورت اختصار گذاشتن. خانم مریم، محمد رضا، میلاد، ابوالقاسم، شهریار، بابک، سمیه و حالا فکر کنم آقای ابوالقاسم دو بار بودن یا دو تا ابوالقاسم داشتیم. دست همگی در نکنه. یه سری حمایت هم از خارج از ایران بوده که حالا پیام هاشون رو همونطور که خودشون نوشتن گذاشتم و این قیمت ها به صورت یورو هست. این ترجمه هم گذاشتم پیام هاشون رو، گفتن که Thank you Parashit for your amazing YouTube videos. Your videos have made a difference in my life and I'm thankful for that. Sam گفته that's the whole point. That's the whole point. I want to make a difference. خوشحالم که تونستم یه تفاوتی ایجاد بکنم. امید گفتن که keep up the amazing work فرشید جان. من عاشق اینجور ترکیبای انگلیسی و فلان اسم جان هستم. خیلی جان و خیلی باحاله. You're welcome. Thank you. خانم سمیه گفتن grazie mille per le tue utile programmi. حالا از کجا بودن رو ننوشتم دیگه که شاید دلشون نخواد. میفا پیاتره. بعد جوابای خودشون هم به خودشون بدن، ولی خب به شما هم میگم، یعنی خواهش میکنم. خوشحالم که خوشتون اومده. پیمان thanks for all you did on YouTube page. You're the only one that I want to pay on social media. Thank you so much. I'm glad. Thank you, Payman. Merci, Payman John. And لحی فارسی انگلیسی خاطی میکنم. خانم فاطمه یک کرده ناقابل برای دوست عزیز حسین پیام گذاشتن که مرسی از اطلاعات مفیدت، لطفا ادامه بده. چشم، همه تلاش هم میکنم. و این افراد هم بدون پیام گذاشته بودن، پول فرستادن بدون پیام. سارا، کوروش، سیما، خانم سیما دو سری خیلی مرتب چیز میکنن، حمایت میکنن. یه فرشیدی از استرالیا، حالا اسمشو فرشید بوده ولی فرانک هم بوده، نمیدونم کدومش بوده، ولی از استرالیا دمشون گرم. عمران، دست شما در نکنه. نوید، رضا، مهدی نسترن، مریم یا مری، نمیدونم کدومشون باشه دقیقا. و مشتبه، دست همگیتون در نکنه. واقعا ممنونم از این حجم از حمایت ها و امیدوارم که بتونم همچنان محتوایی تولید بکنم که make a difference، واقعا بتونم یه تفاوتی ایجاد بکنم، یه تلنگری توی ذهن شما بزنم که خلال خودتون چی میگن روشن بشید، دوست داشته باشید برید یاد بگیرید، بیشتر کنجکاوتر بشید راجع به اون موضوع. و در آخر وقتی که اون یک روب، مثلا اگر ویدیوی منو دیدین بعد از یک روب، یک کوچولو احساس بکنید که آدم بهتری شدید، یک کوچولو احساس بکنید که پیشرفت کردید، یک کوچولو احساس بکنید که چیزی یاد گرفتید، این برای من خیلی مهمه. چون خودم وقتی که یه
محتوایی رو میبینم بعد از اینکه تموم شد و اون سفر رو بستم، پیش خودم میگم این من از این چی یاد گرفتم؟ این 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه‌ای که این ویدیو وقت منو گرفت چی شد آخرش؟ این سوالیه که تقریبا دو سال سه سال دارم از خودم میپرسم و باعث شده که بیشتر و بیشتر برم به سمت محتوایی که یه ارزشی به زندگیم اضافه بکنه و چون اینو دوست دارم، اینو خیلی برام مهمه، سعی میکنم تو محتوای خودم هم باشه. دوست ندارم محتوایی تولید بکنم که شما 20 دقیقه، نیم ساعت، حالا تو این کیس مثلا این کلیپ خیلی طولانی تر وقت بذارید و در آخر هیچ چیز مفیدی توش نبوده باشه. در آخر هیچی به هیچی. شما با 40 دقیقه قبلتون هیچ تفاوتی نکرده باشید. این برای من یه جور شکست به حساب میاد. اگر که دوست داشتید حمایت بکنید میتونید این لینک رو دنبال بکنید، توی توضیحات هم میذارم، راه‌های مختلفی هست. پیشاپیش ممنونم. اینو چرا در نمیارم دیگه، تموم شد اون قسمت کار. پیشاپیش ممنونم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، چیزی یاد گرفته باشین، براتون مفید بوده باشه دیگه. اگر که دوست داشتید این سبکی دونی به صلاح ریاکت کردن میشه بهش گفت، اگر که دوست داشتید کامنت بذارید حتما، یا برام توی اینستاگرام بفرستید، اینستاگرام خودم، اینستاگرام چیزی که الان دارم که هست فارسی هم یکی درد سرهای این کیبورد فارسی و انگلیسی ها، به این اینستاگرام بفرستید اون ویدیو یا کلیپی که براتون سواله تا ببینم چیه، ببینم آیا چیزی پشتش هست، منطقی پشتش هست، درسته، غلطه، و آره سعی میکنم اینجا بیارم. الان هم سال نو هست، حالا نمیدونم این ویدیو رو کی بذارم، ولی اگر که نزدیک به سال نو بود چه اشکال داره، تا آخر فروردین هم میشه تبریک گفت سال نو رو. سال نو رو هم بهتون تبریک میگم، امیدوارم که سال خیلی خوبی باشه برای همه. تنتون سالم، دلتون شاد. بلند.